خب درس آموزشی امروزمون اینه که چطور چشمای بزرگتر و روشنتر داشته باشیم. کار رو با هایلایتر شروع می کنیم که به گوشه داخلی و گوشه خارجی چشممون می کشیم. ما بین اون دو گوشه قسمت کوچیکی رو بدون مداد کشیدن رها می کنیم. این یکی از راه های بزرگتر نشون دادن چشماست. زیر تاج ابروتون رو هم کمی هایلایت کنید و همچنین قسمت داخلی روی پلکتون رو هم هایلایت کنید. قسمت هایی رو که هایلایت کردید رو با نوک قلمو محو کنید، ولی حواستون باشه که زیاد اون رو پخش نکنید. این مرحله سایر رو که رنگش یه درجه از رنگ پوست شما روشن‌تر هست رو انتخاب کنید و روی پلکتون بکشین. برای این کار از قسمت داخلی چشمتون شروع کنید. حالا یه سایه که کمی از رنگ پوست شما تیره تر هست رو انتخاب کنید و روی خط گریس بکشید. برای این کار چشمتون رو باز نگه دارید و بالای پلکتون اون رو به آرامی بکشید و بعد اون رو به سمت بیرون محو کنید. خط چشمتون چه مشکی و چه قهوه‌ای رو بردارین و خط بیرونی چشمتون رو بکشین. شما میتونین امتداد پلک پایینتون رو به عنوان راهنما استفاده کنید و بعد شروع کنید به سمت داخل بکشین. حالا روی مژه‌های پایین خط چشم رو ادامه بدید و در انتهای چشم خط بالا وصل کنید. با یه وراش این خط چشم رو کمی محو کنید، طوری که نقطه‌ای که در شروع شده و یا تموم میشه معلوم نباشه. این یکی از تکنیک‌های بزرگ نشون دادن چشمه. برای تموم کردن کارمون هم از یه سایه براق استفاده میکنیم و نوک چشم رو روشن میکنیم. باید دقت داشته باشیم که در اینجا هم سایه رو محو کنیم. همچنین مرکز چشم رو هم هایلایت میکنیم تا چشممون روشنتر و بیدارتر به نظر برسه. هر چیزی که روی براش مونده رو هم زیر ابرو روی هایلایت قبلی میکشیم تا هایلایت قبلیمون محوتر و محوتر بشه. حتما مژه هاتون رو قبل از ریمل زدن فر بدیم. مژه های فر شده به سایه چشم حجم میده و باعث میشه که چشم ها بزرگتر نشون داده بشن و این هم نتیجه ای گوه.